بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بغية الله في الأرضين واللأن على أعدائهم إلى يوم الدين. روز بحث تفسير ولی قرآن ناطق، روح قرآن، اون کسی که قرآن به او باقیست الى یوم القیامه، او کیست؟ ما همه آشنا هستیم با روز عید غدیر، اما درک این روز امریست که بدون مبالغه کل بشر عاجزند از درک. چرا؟ هر گفته ای باید توأم با منطق و استدلال باشه. شناختن روز غدیر متوقف بر سه مطلب: یکی معرفت خود این روز، که روز با این که مشترکه از حیث زمان با بقیه ایام، چه امتیازی داشته که انتخاب شده برای این زمانی خاص؟ هر زمانی لایق هر زمانی نیست. همه جزئیات عالم به معیار است و حساب، و کل شیء عنده، همه مقداری داره و قدری. معرفت خود روز. دوم، این روز روز چیست و چه شده در این روز؟ این بحث دوم. سوم، روز کیست؟ در اون چه و در این که عقل کل عقل باید دی چه گفته؟ چون
جز او نه کسی خبر دارد اون روز چه روزیست و روز چیست و روز کیست. پس معرفت متوقف بر این سه قسمت بهتر اینه که از خود او کمک بگیریم. شیخ المحدثین صدوق در اعمالی روایتی نقل می کند که ما قسمتی از اون را تعرض می کنیم. ان صادق عن آبائه قال رسول الله يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي. إن جواب سؤال اول، خود زمان خصوصیتش این، افضل اعیاد امتی، ایدی که در اون عید کسانی که به مهمانی خدا دعوت شدن شهر الله را به صیام و قیام گذروندن، عید اون شهر در مقابل این عید نسبتش نسبت فاضل به افضل. اون حج بیتی که واختار من خلقه سماوا اجابوا له دعوته وصدقوا كلمته فوقفوا مواقف انبیائه. اون عیدی که برای اون مقامی قرار داده شده که جعله سبحانه للإسلام علما وللعائدین حرما، باز هم نسبت اون عید که عید اضحاست به روز غدیر نسبت فاضل به افضل. این قسمتی از ما یتعلق به نفس زمان.